مقامات تاجیکستان نقشه دارند با کدکس حقوق ویران کنی ماموری که مجازات برای پنهان کردن معلومات بر دروغ یا تصدیق نشده و به اساس درباره ارتش ملی در شکل جریمه یا حبس ماموری را پیش بینی میکند. طرح دخلداری قانون درباره اصلاحات از جانب وزارت دفاع تاجیکستان تهیه و پیشنهاد شده است. در این باره آژانس اطلاعاتی خاور خبر میدهد. وزارت دفاع توضیح داد که این تغییرات به خاطر جلوگیری از پنهان شدن معلومات بردروغ و نسنجیده درباره شرایط خدمت در صف قواهای مسلح تاجیکستان و یا معرکه دعوت به خدمت حربی توسط وسایل اخبار عامه، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی پیش بینی شده است. در بین اهالی پنهان کردن هر گونه معلومات بردروغ درباره قواهای مسلح، فایض باوری را به آنها و دستگیری اهالی کاهش داده، با آبروی اعتبار و مدافع کشور تاثیر منفی می‌رساند. قابل ذکر است که درباره ریدهای جوانان برای جلب آنها به خدمت حربی، اینچنین ددوشینه در ارتش تاجیکستان زود زود در وسایل اخبار عامه و شبکه‌های اجتماعی معلومات پیدا می‌شوند. ناظران بر این نظرند که این قانون نسخه کامل قانون مشابه روسیه می باشد. 4 مارس سال روان در روسیه قانونی قبول شد که بنابران برای پنهان کردن معلومات بردروغ درباره استفاده قواهای مسلح فدراسیون روسیه، اینچنین برای عملهای عمومی که به بدنام کردن استفاده قواهای مسلح فدراسیون روسیه نگرانیده می شود، جوابگری جنایی مقرر شده است. مهم آن است که این قانون چند روز پس از حمله روسیه به اوکراین و در پس منظر اعتراضهای ضد جنگ در روسیه قبول شد. پس از قبول آن، فعالیت بسیاری از رسانه‌های تلویزیونی در روسیه قطع شدند. Понятно, очевидно, мы же не маленькие дети. Но из общей картины было понятно, что отбиться не удастся. Та пропаганда должна была быть тотальной. Продолжать говорить правду с риском сесть в тюрьму на 15 лет. Ну вот после того, как закон был принят в Государственной Думе, мы поняли, что мы полезнее и нужнее на свободе. И лучше где-то и как-то мы продолжим свою работу, чем если мы сядем на 15 лет, потому мы и приняли решение приостановить работу.